Trump's game is this time. Trump's got a new game. Trump's got a new deal. چهار ده هست که توانسته مرکز توجه رسانه ها باشد. My new game is Trump, the game. و هر بار ورقه تازه ای رو می کنند. I think you'll like it. با وام 1,000,000 دلاری پدرش در دهه 70 وارد بازار ساخت و ساز نیویورک شد. وامی که به زعم او در مقایسه با ساخت و سازهایش در 4 دهه گذشته ناچیز است. برج ترامپ، هتل ترامپ، کازینو ترامپ، پلازای ترامپ، حتی خط هوایی و دانشگاه ترامپ که عمرشان کوتاه بود. دونالد ترامپ توانست کم و بیش ظرف 1 دهه سرمایه گذاری و ساخت و ساز تجاری و جنجال آفرینی های خبری از قلب بیرحم اقتصاد جهان راه خود را به حلقه ستاره ها، بانکداران و میلیاردرها باز کند. اما هرچه که در این 4 دهه تغییر کرده باشد، موتور محرک و سبک و سیاق دونالد ترامپ همان است که بود. مردی به دنبال شهرت و ثروت که شیفته پیروزی است و از هر کانون توجهی سهم می خواهد. چه سریال های پرطرفدار تلویزیونی باشد و چه مراسم جوایز امی. او در همه این سالها همیشه گفته نفع جنجال را بیشتر از ضررش می داند. حتی اینجا در روز اول افتتاح پرسر و صدای کازینوی تاج محل که با رسوایی اخلاقی و جدایی از همسر اولش همراه شده بود. طلاق چیز بدیه، من از طلاق خوشم نمیاد. چیزی نیست که کسی از تجربهش خوشحال بشه. اما خود شاهد بودی امروز و از اینجا چطور بود. واقعا باید فکر کرد که بدون اون سر و صداها چند نفر از این مردم اینجا میموندن. 4 دهه زبردستی دونالد ترامپ در ماندگار کردن نام و برندش در رسانه ها و افکار عمومی با همین نگاه پیوند خورده. باید طرف رو میدیدین. نمیدونم چی گفتم. با خودشون مواد مخدر رو جنایت میارن، تجاوز میکنن. میخواستم با مش بزنم توی صورتش، باور کنین. او با زبانی تیز و بی‌اعتنا به نرم‌های اجتماعی به رقبایش رحم نمیکند و متبحرانه از طوفان‌ها و جنجال‌های رسانه‌ای میگذرد. حتی اگر بر سر افشای پرداخت حق و سکوت به یک هنرپیشه فیلم‌های پورن یا لاف زدن او از دستمالی کردن زنان باشد. دونالد ترامپ از دهه 80 چند بار از احتمال ورود به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری صحبت کرده. سال 2000 بالاخره برای اولین بار به عنوان نامزد حزبی کوچک برای مدتی کوتاه وارد رقابت‌های انتخاباتی شد. میلیاردری که همیشه راهی برای مطرح شدن در نشریات و رسانه‌های نیویورک پیدا می‌کرد، از سال 2013 حساب توییتریش را به رسانه‌ای قدرتمند و شخصی تبدیل کرد. توییت های او با حروف درشت دقیقاً مطابق سبک تیترزنی نشریات عامه پسند بلندگویی شد که بتواند از طریق آن پایگاه قدرتمند از حامیانش بسازد. حامیانی که در غیاب هر گونه حمایت حزبی یا رسانه‌ای جدی او را با رأی خود به نامزد رسمی حزب جمهوری خواه تبدیل کردند و نهایتاً به کاخ سفید رساندند. جایی که دونالد ترامپ به همه کسانی که مسخرش می‌کردند نشان داد در نهایت اوست که از همه این جنجال‌ها برنده بیرون آمده است. نوشه پورزیایی، BBC، واشنگتن.